چیه بخواب بخونم؟ لطفا صدقه به این سوال، لطفا صادقانه به این سوال جواب بدید. اگه یه آقا پسری که درآمد ماهیانه است 4-5 تومن باشه و بتونه یه خونه 50 متری رهن کنه و از لحاظ خانواده هم تفاهم داشته باشن، اگر از دخترتون خواستگاری کنه بهش دختر میدین؟ نه نه، به سرعت میگم نه، نمیدم، نمیذارم بره. میدم حتما. من نه، 10 تومن خط فقره. حالا این عددا که دیگه اصل نه، 4 تومن پول نونشون نیست که بخوره. در مورد ازدواج جواب من بله. بله مثبت؟ نه. اگه عرضه داشته باشه؟ آره. نه نه. آره جواب مثبت میدم. کم کم 10 تومن باید داشته باشه. بالای 30 میلیون. کم زیر صفر باشی ما 20 میلیون باید درآمد داشته باشی که بتونی یه زندگی عادی انجام بدی. شاید دنبال شاهزاده برعصب سفیدم. 4 تومن خوبه والا. به نظر من برای شروع خوبه. پولاتن آدم هم از یه کفی شروع کرده دیگه. همه که از اول دارا نیستن. میتونه سن طرف زندگیشو شروع کنه و با هم دیگه کار کنن و با هم دیگه جلو برن. درآمد ماهیانه یه آقا پسر هر چقدر که باشه، دو نفر با هم باشن میتونن اون درآمد بیشتر کنن. خیلی کوچیکه. قفسه 80 متر 90 متر 70 نده بالا. لااقل 100 متر میخوام دیگه. اگه اجاره خونه هم نده. با اشتباس دیگه. اون پسر بیچاره تو این وضعیت از کجاش بیاره خونه 100 متری بخره؟ منم نداشت توقع داشته باشم بعد از لیسانسش یه خونه 200 متری واسه من بگیره. این باید 40-50 سال حداقل تلاش کنه که بتونه اون خونه 100 متری رو با این شرایط مملکت بخره. 50 متر آخه الان تو این وضعیت کم نیست. آدمی که قراره بیاد تو خونه مهمتر از اون خونه است واقعا. مگه پدر مادرامون از اول همه چی داشتن؟ من خودم پدرم زندگی تو از یه خوابگاه شروع کرد. پدرم بعد از 20 سال تونسته واسه من فراهم کنه. چجوری اگه جوونی که تازه یه سال باهاش زندگی می‌کنم بخوام؟ اگر دوستش داشته باشم 100% ملاکم پول و خونه نیست. نه این همه هست. الان عشق کافی هست جواره. الان پول کافی هست. باید الان سخت میگیرم. همون سر زندگی پدرش بمونه با بدبختی پدرش و خانوادش بسوزه بسازه بهتر از اینه که بخواد بره تو خونه که